ما جمعی از فعالان ایرانی همزمان با نشست 5 بلاویه در استانبول دور هم جمع شدیم تا توجه جامعه جهانی رو نسبت به مسئله نقض حقوق بشر در ایران جلب کنیم. خواسته ما هم مشخص است. ما می‌خوایم که مسئله نقض حقوق بشر در ایران قبل از مسئله پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی مطرح بشه و مورد توجه قرار بگیره. از خبرهایی که از دو طرف داستان برمیاد من یک نگرانی دارم و اون اینه که من فکر میکنم قرار یک بدوبستانی صورت بگیره و در این به این مسئله حقوق بشر فراموش بشه و مثالش هم به نظر من این است که دو سه روز قبل از این برگزاری نشست خانم کلینتون در رابطه با یک سری ضمانت هایی که به اصطلاح خاصه جمهوری اسلامی هست صحبت کرده و گفته که ما اون رو مد نظر قرار خواهیم داد. من فکر میکنم که این ضمانت ها چیزی نیست جز تضمین امنیتی برای بقای جمهوری اسلامی. من امیدوارم که چنین اتفاقی نیفته و ما از جهان میخواهیم که به سیاست مماشات با جمهوری اسلامی پایان بده و اینکه فقط به مسئله انرژی هسته‌ای و به عنوان اولویت قرار نده، وضعیت حقوق بشر در ایران هم مورد توجه قرار بگیره. دلیلی که ما اینجا جمع شدیم این بود که این پیغام رو به جهانیان برسونیم که حاکمیت جمهوری اسلامی مردم ایران رو نمایندگی نمی‌کنه و حداقل ما که اینجا هستیم به عنوان بخش سرکوب شده جامعه ایران و صدایی که اجازه ابراز نظر در ایران نداره، حداقل در اینجا میتونیم این پیغامو برسونیم که اگه یک حکومت دموکراتیک در ایران باشه، حکومتی نخواهد بود که علیه صلح و امنیت جهانی باشه و بخواد سیاست‌های ماجراجویانه در عرصه بین‌الملل دنبال کنه. بهترین راه اینه که ما بیشترین فشار رو به ایران از ناحیه نقض حقوق بشر وارد کنیم و از اونها بخوایم فضا رو برای اپوزیسیون، فضا رو برای فعالیت جامعه مدنی باز کنن و از این طریق ما جلوی به وجود اومدن یک حاکمیت خطرناک و خطرناک‌تر شدن وضعیت موجود رو برای مردم ایران و برای نظام جهانی بگیریم. از اپوزیسیون ایران هم میخوام که به بیگانه حراسی که امروز وجود داره خاتمه بدن. درسی که خانم سوچی شاید برای ما داشت این بود که به محضی که از حصر خانگی خارج شد با مقامات کشورهای خارجی دیدار کرد و سعی کرد حمایتی که از اپوزیسیون برمه وجود داشت رو تداوم ببخشه و به نظر ما این راهی هست که اپوزیسیون ایران هم باید بره. متشکرم. می‌خوام اگر جمهوری اسلامی می‌خواهد اعتماد جامعه جهانی رو به دست بیاره، قبل از هر چیزی باید اعتماد تک تک شهروندان خودش رو به دست بیاره و به این نقض حقوق شهروندان خودش پایان بده. باید زندانیان سیاسیش رو آزاد کنه، باید امکان فعالیت سیاسی تمام گروه‌های سیاسی و مدنی در ایران رو فراهم کنه و این اجازه رو بده به مخالفانش در داخل حرفاشون رو بزنن تا شاید این اعتماد در داخل موجب شکل‌گیری یک دولت ملی در ایران بشه و این دولت ملی بتواند در گفتگو با جامعه جهانی این اطمینان رو هم به جامعه جهانی بده که ایران تهدیدی برای هیچ کشوری نیست، ایران تهدید منطقه نیست و از قضا ایران مدافع صلح پایدار در منطقه هست. امیدواریم در صورت هر گونه نتیجه این نشست که نشست‌های قبلی نتیجه مثبتی نداشته و باعث تحریم‌ها و فشار بیشتر غرب به ایران شده، مسئله حقوق بشر در ایران به اولویت راه پیدا بکنه و همواره تنها مسئله هسته‌ای به عنوان یک مسئله برخورد اهرام فشار غرب به جمهوری اسلامی مطرح نباشه.